همه‌اش در خطر است. خدا نخواسته اگر بار دیگر اینجا سیلاب سرازیر شود، فاجعه دیگر خواهد رخ داد، ولی بهتر هم است که جلوگیری شود. هم سیل که از بالا آمده کلش هم تو یک دم نشیب که قیم مجید قیم زندگی کلش بوده، او طرف خانه بودی کلش خانه است. متاسفانه آثار و علایم این سیلاب مدهش در ولسوالی بورکه قریه سای هزاره به هر طرفی که میری به چشم میخوره و این درخت های بزرگ که شما میبینین قامت شال خمیده با اینمی بزرگیش سیلاب خمشان کرده و این درخت های کو طرف هفتیده مثل از اینمی درخت ها بلند قامت بودن، یعنی به سر سیلاب یا همهش آل دگه به زمین افتیدن. اینجا خانه بوده، چند اتاق اینجا بوده، او را از بین برده و خدا را شکر که اینجا در این ساحه زخمی بیش از حد است، ولی الحمدلله تلفات فقط یک نفر بود دیگه نیست، ولی ساحه خیلی تا آدم وقتی که میبینه کاملا دیگه از بین نفته، نمیفهمی چی بوده اینجا یا نه، یا دکان بوده یا آسیاب چیزی بوده. سعی کنید این باغا را همه اش از بین نفته، دگال چیزی باقی اینجا نمانده. دکتر صاحب گفت که در برنامه گذشته بر ما گفته بود که فرداش خطر از این میره که سیلاب 3.5 بجه اینجا سرازیر شوه و بازم اینجا هموطنان ما در خطر است که همین لحظه ساعت بیشتر که دیدیم چند بجه بود؟ 2.5 بجه بود، 3.5 گفتن احتمالا اینجا باز سیلاب سرازیر شوه. هوا واقعا معلوم میشه که ابری است و خب هرچی خیر باشه دیگه. اینجا هموطنان ما هستن، یک چکر ما خبرشان گرفته بریم همین طرف و خلا. خیال شده ای باغا، ای خانا. واقعا جگر آدم خون میشه، این وضعیت که آدم میبینه، این حالت که آدم میبینه. این قسمت هم خانه بوده، او مسجد است که خانه را یعنی کاملا از بین برده، ولی مسجد اونجا معلوم میشه در تصویر. این هم نل آب بوده فکر کنم، از زیر زمین از کدام چشمه بیرونش ساختن که حالا متاسفانه دیگه آب آشامیدنی اینجا هیچ در دسترس نیست و این خیمه ها را ببینید اینجا برپا کردن با این وضعیت. از این درام سیل آمده، سیل آمده و مشکلات هموطنان ما اینجا خیلی زیاد است. یگانه چیزی که خیلی مهم است آب آشامیدنی صحی ندارن، از انمی آب استفاده میکنن که خود از این غیر صحی است، ولی آرزومند هستم که نهادهای کمک مدد رسان و نهادهای خیریه که هدف اساسیشان است که باید به نیازمندان رسیدگی صورت بگیره بین ولسوالی بورکه منطقه سایه هزاره. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. صد شما خوب است؟ خوب هستین جانتان جور است؟ صد شما خوب است؟ خوب هستین انشاءالله؟ صدتان خوب است؟ از این منطقه هستین؟ بله. این منطقه به نام چیات میشه؟ سایه هزاره. سایه هزاره مشخصا همینجا است. سایه هزاره دارش این سایه هزاره است. اینجا خسارات مالی زیاد است، من دیدم. بسیار خسارات زیاد است.
این خانواده ها زیر خیمه ها شب همیجا سپری میکنن؟ شب همیجا هستن اینا. این خواهوا سرد است، این وضعیت. خب بدون سرپناه هستن این مردم، در این مردم موقع کمک کافی هم نشده که دیگه یک جای دیگه بشینن. فعلا نمیجا هستن زندگی میکنن. این دره را که میبینیم، سیل از این طرف آمده؟ سیل از این طرف آمده که مسجد است، مسجد برده. ما یک برق داشتیم که 500 خانه از این برق 500 خانه؟ 500 خانه استفاده میکرد که برق برده، دیگه خسارات بسیار هنگفتی در جای مانده. از هر وطن ما که پرسان میکنیم، از خسارات، از تلفات میگن، خداوند رحم بکنه. رحم بکنه. تو گفتم میتونی چقدر خانه ایجا تخریب شده؟ ایجا تقریبا در حدود 25 خانه شاید تخریب کلی شده باشه. کلی؟ کلی. 25 خانه تخریب کلی است دیگه. معلوم میشه دیگه که دیگه هم نیمه تخریب است که قابل زندگی نیست. قابل زندگی نیست. بخیر باشید. سلامت چکر بالا بریم که این طرف ها هموطنهای ما خانه هایشان است و اینجا مسجد بوده. پیشتر هم گفتیم فرش ظرف مسجد بیرون ساختن. چقدر سنگ از بالا اینجا آورده، جغل و همه چیزه. اینجا هم لاین برق بوده که اینا تخریب شده دیگه و فعلا نمیجا مردم بدون برق هستن. سعی که چی وضعیت از هموطنهای ما اینجا و خرد و بزرگ همگی از خانه هایشان بیرون شدن. من بخاطر فکر کنم که اما قسمی که دکتر صاحب گفته بود به خاطر سیلابی که اینجا گفته بود سیونی مجا احتمالاً سرازیر شوه و مو دلیل ایج هموطنهای ما از خانه های خود بیرون شدن، از او خانه ها و اقتداد خانواده از طبقه اناس انتقال دادن به جای های عمل. این هموطنهای ما هر کدامشان خاص و تقاضایشان همی است که ایجا دیگر به زندگی کردن جای امن نیست. اگر خدا نخواسته کدام قهر طبیعت یا سیلاب بار دیگر اینجا سرازیر شوه، طبعا که تلفات بیشتر می داشته باشه. هموطنهای ما میگن که باید برای از اینا جای دیگر در نظر از امارت اسلامی افغانستان ما نمی خواهش داریم که باید ما را از اینجا خارج کنند، یکان جای همون نقل بده ما را. بله دقیقا معلوم میشه که هیچ فعلا اینمی خانه های کت آدم بلندی ها هست، همه ایش در خطر قرار دارند. کلگیشان در دیگه لایقه در اونش پوره است، کلگیشان خطر سیل است دیگه در از این بالا که آمد اونا را دیگه این دفعه باز میبره. در اینجا دیگه جای زندگی کردن نیست، مقصد ما را از امیج اگر خارج بکنه ما دیگه خوش هستیم. از دولت اسلامی افغانستان، از امارت اسلامی افغانستان تقاضای ما کل مردم همی است که ما را از امیجا کوچ بیتی اگر جای امنتر ببره. بله دیگه ما هم باید صدای این هموطنان ما شنیده شوه. هر کدامشان فعلا کجا هستن زندگیشان در خطر است. خطر به چی خاطر؟ این طرف درر اگر تصویرش داشته باشیم دو طرفه خانه ها است که همه اش در خطر است. خدا نخواسته اگر بار دیگر اینجا سیلاب سرازیر شوه فاجعه دیگر خاطر رخ داد، ولی بهتر هم است که جلوگیری شوه و جای دیگر به خاطر زندگی کردن این وطنان ما در نظر گرفته شوه که خواست شما. بله بله موقت خواست ما همی است که نه سنگلاخ تا اینجا پر کرده دیگه سیل اگر بیاید دیگه خانه را دیگه مکمل سرازیر میکنه. بله این مسجد بوده کوکا جان؟ این مسجد است. این مسجد است قابل استفاده نیست فعلا. نه داخلش فقط تا میکل کنار مکمل میشه داخل بریم. مسجد هم این سنگار کاکا دمی سیلاب آورده؟ اینمی سنگار همی فعلا نمی سیلاب آورده. اینمی ناره از قدر زیاده در سابق خود یک سبزه بود این تو یک سنگ منگ نبودی سنگ خود می بودی جا وقت زندگی نکرده نمی شد.
فقط اینمی سیل آرده اینمی سنگاره امی جا؟ توبال میکنن ایجا توبال میکنن اینقدر چی بود دیگه علی؟ یعنی یک بود یک چیز مسجد بود که مرای ما میجا وضو میکرد دیگه میکرد اینا رو برده لش بله دیگه داخل مسجد یعنی به این شکل کرده یعنی فرش های مسجد ما دین روز کشیده من از زیر لایقه این مسجد صغیر بوده؟ یعنی مسجد صغیر است ما جمعخانی من بالا است این مسجد صغیر ما واسه اینه فقط این تانتون این منطقه در این داخل دیگه مشکلی پول است که هیچ قابل استفاده نیست دیگه اینا لگه اونو در جوجه مردم قدر پاک کرد این روز اونو برشه این قدر لای دیگه این طرف بسیار گل و لای اینجا آورده بسیار سیب یعنی قدر گل و لای یعنی به این مسجدی که دیگه مردم ایرا به پول خودشان به می قدر زحمت ایرا گچ کردن و دیگه کردن این آخرش هم به نمی شکل کرده ایرا حالا فیلن فقط اینجا را موقتا به خاطر ادای نماز آماده کردن که پنج وقت نماز اینجا ادا بسازن من دیر استو بگر همین قریه تونمو جرا لای بوده تو همینجا لای بوده؟ لای بوده؟ تونمو جرا لای بود ایرا مردم زیر لایش هم فهم میشه که زیر کلکین هم داختن کیجا مردم یک نماز مقصد نماز شو بخونه گفته سیل بکنی یک پل مرداری چون باید بکنی بله میبینی میشه ولی معلوم میشه که مسجد خامام است پخته کاری نیست نه یعنی از این زیر پخته بود از این بالا خام است پخته است پایین زیر پایینش پخته است او که چی کدام اگر خامه میشد خامه زیر وقت میپرید چقدر چه تعداد هموطنان ما اینجا مقتدی همین مسجد مولای امام همین مسجد بودن 45 خانه 46 خانه در اینجا در این مسجد 46 خانه که فعلا متاسفانه مسجد به این وضعیت است و قابل استفاده نیست و هر طرف در این قریه در سای هزاره میبینیم مشکلات بیش از حد است که هم یکی از نمونه هاش که به این اندازه تقریبا 50 سانتی شاید بیایه بیا 50 سانتی خوب یکی است دقیقاً معلوم میشه که زیاد اینجا سانتی خواست این اندازهش بکنن چند سانت میشه اکا اوکا زیر سیف شدن همه باید نظر زیرم بیگ است سنگ رو نمیشه سنگ رو نمیشه چوب نمیشه ایده یک دو روز و یک هفته و دو هفته هم نمیشه پاکاری ازی این زمانگیر است کاکا این وقت زیاد در بر میگیره آها بله دقیقاً فرشا بالاخره الماری مسجد همهش از بین رفته اون طرف فرشا رو اون سر و سنگ انداختن که سلام علیکم خوب است انشاء شما خوب است خوب است ان شاء الله صحتتون خوب است بخیر باشین موفق باشین سلامت باشین از این منطقه هستین بله ما از منطقه هستیم از قشلاق مرزا بیگ هستیم خاله کجا است جای ما دو طرف اوسط اون طرف اون طرف هم دیدیم همه اجاره کرفتیم خسارات زیاد بوده آلا وقتی که سیل آمد بسیار سیل کلام بود دیگه بسیار تو وحشتناک سیل بود دیگه باغا را برد دیگه تر سیل آمد اینی جای ما اولی خانه دمشی سیل آمد دیگه بسا خرابه کردیم سیل بله دقیقا ما دیدیم که یه همین فرش و ظرف مسجد که همهش دیگه قابل استفاده نیست از بین رفته یا کاکا بین رفته ها اینا دیگه قابل استفاده نیست اینا از بین رفته بارشتگیش بارش شده و من متواقش هم من بار تکرار میکنم که مردم در سایه هزاره مشکلات زیاد دارن هر کس که توانایی از این را داره تا دستی هم وطنان ما را بگیره کمکشان بکنه همکاریشان بکنن شما را تماسی را که میبینین تماس بگیرین حتما کمک های شما به وجه حسن به مستحقین به نیازمندان میرسه ولی مشکلات خیلی زیاد است ای که من بار به این خاطر میگم میبینم از نزدیک چقدر مشکلات است هیجا و هموطنان ما واقعا که مشکلات زیاد دارن
این خانه رو ببین که همهش از بین رفته و فیدن اون طرف خانه میگن داخلش همهش پر از گل لای است که دیگه برای قابل استفاده نیست. این طرف خانه است کسی است از شما؟ این طرف این طرف هم خانه را تخریب کرده فکر کنم. بله خانه تخریب کرده. یعنی چی را دمیجه بود میمارخانه چه بکنم خانه را این میمارخانه بوده؟ بله آن دمیجه که یه خوانه دیو دون بالا قطعه بود چه بکنم. کاکا بیخی دور از تصور است که قبلا میگن که جا شما خود دیدین اینجا را سایه سبز بود جای دیدنی بود ولی قدر سنگ بی بی سنگ کلان هم آورده؟ اینمی سنگ کلان هم دو تر هم آورده همین نو آورده آه دیگه این خود البته یک کدام سیل طوفانی بود دیگه این خود اینجا خود بسیار پایین بود ولی رو بلند کده دیگه اینمی سنگ کلکش از همین در آورده و احتمال از این میره که هر دقیقه که جا خطر است ببینیم ساحه آسمان ابری است و باید شما متوجه باشین کاکا جان. بله مقصد ما توکل به خدا دیگه متوجه باشی نباشیم خواب ندارم. بله شبا اصلا کسی خواب نداره از تر شبی که باران باشه دیشب اصلا خواب نکردیم. باران بود دیشب میترسیدیم که دیگه میام. بله همی رقم جای ترس هم است. همون یک موضوع است میگه مارگزیده از ریسمان دراز میترسه و اینجا سیلاب آمد تلفات داشت خسارات داشت و جای ترس هم است. همون تو هست نی؟ این خانه بوده ای؟ خانه بوده خانه هست کیسی؟ این خانه یک تر امیر میگه برادر ما هست بسیار خانه بود. این خانه همی سربالا کلش خانه بود. ام سیل که از بالا آمده کلش هم تو یک دم نشیب که قیم مجید قیم زندگی کلش برده او طرف ها خانه بودی کلش خانه است علی بالا کل خانه است زیر لای است تو خانه از لای برامده نمیتونه. سیستم برق شما کاملا از بین رفته؟ بیخی از بین رفته که هیچ مردم در تاریکی است از سر شام نانش هم میخوره جای جور میکنه در تاریکی دیگه سرد میکنه دیگه شیشتن و خیستن و دشه و اختلاط کردن و گب نیست هیچ. همینطور وقت جایشان را جور میکنه که در شب تاریکی گشته نمیشه دیگه کلشان در تاریکی است. بله. نه برق است نه روشنی است نه دی وقت نیست که ما بیرون بشینیم در روشنی مطاب گذاران کنیم. یعنی تو گب است دیگه کوکی علی ما را دولت یک جای باشه که ما را دولت بگه برو یه جای جور که بشین دیجا سکونت نمیشه دیجا گذاران نمیشه اینجا جور کنیم دیگه میبره دیگه میبره کجا بریم کل دولت ما برو یک نمال گا بگه تو یه جای تجور کنم یه برو سکنت کو بیشی ای تو کارم نیست. یعنی میمری میمانی من اینجا گشنه هستیم سیر هستیم اینجا خواه کنیم چه کنیم دیگه غریب مردم هستیم جای رفتن نداریم که بریم جای اوق بریجه زیاد نداریم که بریم کارگری میکنیم میاریم اینجا گزران ما نمیکنیم دست روز دو ساعت دو نیم ساعت گزار مدکاری میکنیم دیگه چیکار کنیم دیگه خود انا بچش می خود سیل کرده سیدی ببین دی حاجت زمان نیست که ما بگیم که حالا این رقم است رقم است. واقعا اینجا مشکلات هم تنان ما زیاد است گذران نیست اینجا گذران کنیم اینجا شیشتن آرام است که اینجا بشینیم مجبور هستیم جای نداریم دیگه زندگی نداریم کلی کو میبینی که کو است زمینی کشت بکنیم نداریم زراعت کنیم. یعنی یک کارگری غریب مردم از گنیم رو میبینی کل یعنی کارگر است گنیم یعنی ترس یعنی بارون در کار جای رفته نمیتونن حالی یا اگر گرمی میشد اینا حالی کلشان در قندوز خانه بود در بغلان میرفت در گندم دره و جو دره میرفت اینا از ترس یعنی بارون خانه ما روی میدان مانده گفته جای رفته نمیتونه. خب بالاخره اینجا مشکلات از حد گذشته زیاد است. یعنی نیاز به این نیست که ما بگویم خودم به تنان ما میگن هیچ وجهت در گفتنی ما نیست که ما بگویم. من خودتان سیل که دستیم فیلمرداری که دستیم دیدستیم ما اگر دروغ کنه میگم من کلتان بیمون سیل کنیم نه نه وجهت در ما نیست دقیقا. اینجا خانه زیاد این طرف هم خراب کرده و یکی از خانه که جا بسیار یک جای خطرناک بوده
این را موقت حال جور کردن. خود مردم و محل سنگا را دور ساختن. این بحار سیلی جا گذاشت این بحاری. بله. دیگه سالا که سیلی آمد دنبن می رفت. این بحاری که آمد دو طرف رفت. دیگه دو طرف رفت. چه جا خراب کرد سیلی؟ هیچ وقتی قسم نامده بود سیلی؟ نه والا دیگه وقتی قسم سیلی نامده بود دیگه. این خانه است کی بوده که در طور یک جای بسیار خطرناک قرار داشته؟ اینجا جای مال است. قطن است. چی است؟ قطن می قطن. بوز موزه در اینجا. بسیار جای خطرناک بوده. اول دیجا کدام سیلی بود که کسیلی که می بود تر چپا که چپا کدت می بره جد. بله. ری خوانه سان خوانه دیگه. یکی از این خانه ها که جا بچه شم می خوره یکی شم در امن نیست. همهش در معرض خطر قرار دارن در ساحه سیل است و باید به فرموده خودم به تنان ما اینجا انتقال داده شوند و جای دیگره. برادر خوب است؟ صد شما خوب است؟ خانه شما کجا است؟ خانه ما اون بغل است. از اون چیزی را مالا همون پشتای اتاق مکمل نمی جا ریک پر کرد. ریک پر کرده؟ سنگ و ریک. این ساحه در کل فقیر نشین است. کل مردم فقیر نشین است اینجا. واقعا مطلب چی از پشت خانه چی از این دره این دمی کلی همین خانه او رفته و لایقه رفته دیگه هیچی دیگه کلی همین خانه که بره این درنش لایقه پور است همون بغل هم است و حواری شما میتری است و بغلش بلا جگر آدم خون میشه هر طرف که میره و ایرانی را میبینه مشکلات را میبینه و حتی با گفتن آدم چیزی باقی نمیمانه که چی بگویه خدا من خودش رحم بکنه بالای هموطنان ما واقعا خسارات مالی زیاد اینجا به هموطنان ما وارد شده خانه های خود باغ زمین تمام و دار و ندار خود از دست دادن زمین های کشتی و زراعتی هم که بود از بین رفته گمش من هیچ چیز نمونده کمتون باقیات که مردم داشته اگان ترکاری میکرد این چیزا میکرد اصلا حالی که هیچ چیزی نمونده مکمل برده دیگه هیچ نیست میگن که جا خوب جای تفریحی هم بوده بسیار جا از پیش خوب بسیار جای تفریح بود مردمی جا در تفریح میمد بسیار سبزه و بسیار باقیات بسیار میوجاد این چیزا بود حالا یه چیزی نمانده بیخی مکمل برده دیگه چیزی نیست نه دیگه او بیخی رایشان خراب شده او طرف چرا که دامنه که پایین آمده غلطیده و نه دیگه او جا یه چیزی باقی نمانده اینی منطقه را که میبینی او خانه از ما مردم است اینی منطقه جای اگه مال و اگه اسایل و انبار این چیزا بود این منطقه خانه بود ما چهار بدر است نفتش خانه بود این منطقه را که سیل میکنین به ما مردم این چیزی باقی نمانده خانه را بردن اگه خانه مانده که با ما ایران شده جای رفتن هم نیست دیگه جای که برم او صاحب کاملا پایین آمده اون سایه خراب منطقه خراب شده دیگه اینجا جای زندگی دیگه مشکل است که اونجا زندگی کنی و اونجا جای جور کنی ساحه خراب شده و ساحه که میبینی اونجا هم اولی بود خانه بود هیچ چیزی باقی نمونده با ما مردم واقعا میتونی که نزدیک میبینیم ببینیم میریم یک چکر میریم میریم والا جگر آدم کن میشه این وضعیت و حالت که آدم میبینه دل آدم که سنگام باشه جگر خون میشه آدم این منطقه را که میبینی تا این ساحه خانه بود تا همیجا خانه بوده تا اینجا خانه بود خانه را برده او خانه که بسیار بالا بود اون یک هم تمام دادم که هم داخلش گل و لای قابل استفاده نیست استفاده نیست ما غریم خیمه را طرف مسجد مامون خیمه کمک شده که شبا جای دیگه زندگی میکنیم جای دوستا و خیشا و روزانه همجا میم گردش دار میخوریم چاره ای نیست ایجا چه تعداد اعضای خانواده زندگی میکرده ای اتاقا و ای خانه؟
اینجا ما چهار برادر بودیم، اف برادر هستیم، چهار فامیل این منطقه زندگی میکنیم. کسی که فامیل بی‌سرپناه شدیم دیگه، نه بی‌سرپناه بودیم، دو گفتن دوای فامیلا میریم شب اینجا تیر میکنیم، روزانه میمنیم اینجا، دیگه چاره‌ای نداریم که جای بریم، منو چه ماندیم دیگه، با تا کی یک کسی پیدا شه و کمک برام بکنه و جای از اینجا سرپناه پیدا کنیم. اینجا تو بلند بودنی؟ بلند بود، بلند بود، این ساحه خیلی بلند بود. بالا نرفت قاضی؟ بالا بود تو چپش دیگه نشون ندی؟ نه معلوم میشه چپش دیگه تخریب شده گیست بالا ده بالا اتاق میبینینم برم بازم ببین معلوم میشه این منطقه که کی میبین نزدیک یگان تقریبا 10 متر اینجا سیلاب سنگ خوانده این تو فکر که 10 متر اینجا بلند شده از ساحه قبلی 10 متر بلند شده بلند شده 10 متری خانه در این خانه که مسافت تو سعی کن که خانه برابر بود خواهی به کف رودخانه برابر بوده چقدر بلند شده ایجا ده متر به اینجا فرق کده به سده سیلاب سنگ آورده که بلند کده ایره تو رودخانه را دوستا میبینن که چقدر اوجا چقر بوده ایجا چقدر بلند شده بسیار بلند شده در سابق بود ده ایجا هم تور پست بود سیل کامان ده بلند شده ایجا بلند شده سنگ روی خانه بلند شده امی سنگای که می که دیدم میشه در دوربین یعنی دمی سیل اومده این سنگ دایی اندازه جا نبود دیگه این منطقه که ما شما که استاد هستیم این منطقه خانه بود که نمی سنگ دمی سیل اومده دیگه از این درا آورده دیگه از این درا آورده می درا تو پشت درا خیلی دراز است کلان زیاد کلان است همین جمال میشه در کلان است که این سیل اومده اینجا از جای استفاده که دیگه سی جای استفاده کنی و اینجای که زندگی کنی نمانده دیگه دیگه سیلاب بیا شوی با قومندی از اینم بواره بله دقیقا کابلا در سایه خطر است اینجا خطر است اینجا در سایه خطر موجود سره که آسمان که بی عبرالو میشه اینجا شب نمیتونه که اینجا بخوابی که شب تاسوب احساس است که اینه باران میه اینه سیلاب میه در خطر زندگی میگنم موجود است مردم خداوند رحم بکنه ما آمدیم که صدای شما را انعکاس بدهیم مشکلاتی که جاست به او رسیدگی شوه از ما وظیفه ما بی است موفق باشین دیگه بخیر باشین تشکر از شما تشکر از منتهای عزیز زنده باشین بخیر باشین تشکر برادر خدا حافظ بیاد بخیر خواهش میکنم مسافه دور بوده مسافه جام دور بوده دیگه من تو لغت که طرف هر چی که میمخونه و میمخونه رو میبینی با سای لایقه و چی پر است هم تو که داخل شهر رفته یا سیا و ماشین و دیگه همش یا ایتا رو ببین اینجا همه درخت بود میواجاد و چی بود همیشه تخریب که رفت اینجا نسبت به دیگر نقاط بغلان سردم است سردم است بله اینجا سرد است اینجا در نقاطش سرد است سعید تفلکار رو ببی در کشوری زندگی میکنیم که مشکلات از حد گذشته زیاد است در هر منطقه همونطور مشکلات همونطور در این مردم یک جای بده و یک دیگه جای امکان زندگی کردن اینجا نیست ولی اینجا رم بغلده با دلشو یک چی کنه دایی مردم دیگه نه خودتان هم مشاهده کردین که دیگه امکان زندگی کردن دیگه نیست اگر دیگه جای درست کنی اینجا و دیگه چی کنی دیگه امکانش نیست سرک شما از بین رفته؟ آه سرک هم اینیم سرک سر بالا میره سرک هم از بین برده این سرک هم وجود نداره 35 سال پیش هم هم ولی تخریب کرده بود؟ ها او رو من رقم تخریب کرده لاش برده بود می باغ درخت دمی 35 سال زده نو در سمر رسانده بود که دیگر رفته که دیگه برد
دکان بود، مغازه بود، اونجا هم دکان بود، اینم بسته قیم سودا مغازه یک چی شد کسی جایش ور نداشت، همون تو ورداشته رفت. روز جمعه بودنی؟ روز جمعه بعد نمازی، نماز خانیم دیگه باران کد سلام طوفان مسلم. دوستان عزیز دیگه بیخی به ما بی توان از این نمانده که از این لحاظ میگم که زیاد جگرخون شدیم. وقت برنامه هم تمام است فکر کنم. دیگه از دوستان اجازه میگیریم، خداحافظی میکنیم، دعا بکنید به حق هموطنان ما در بغلان، چرا که خساره من شدن، تلفات جانی هم زیاد بوده و بله. لا کجا؟ در بغلان گفتم، در بغلان خیلی نفر مرده بجام. در بغلان دیگه در امو بلند گاز جایی که گیل داره، امو که بلند شده سیل رفته، امو که بلند بره ایج دهی داره اصلا جا نمیشد. خانه که دنیم بلندی ها بودنیم یک تعداد مانده و دیگه نمی زیر کشالی را همه شد برده ایج نمانده. تا جایی که گل به چشم میخوره سیل بوده، بسیار بلند بوده ای. خب دوست عزیز خدا حافظتان و خدا با امانت می سپارم اتان، بخیر باشه. شب باشه. شب باشه.